استرالیا و این ممکنه این چرخه تولید بازیکنشون اونقدر معیوب نیست که بخواد جانشینانشون به حال بازیکن زیاد دارن در سطح اروپا بجز بازیکنان که الان آوردن تو این مسابقات بازیکنان زیاد دیگه هم هستن که به تیم میرسن دعوت نشدن ولی خب من فکر میکنم که باز هم از نظر ستاره یه مقدار نسبت به این نسلی که اصلا اوف کردن و حالا شاید ستاره شاخص ندارن شاید تیم یه دست ها آقای مؤسس آقای پیروانی نظرشون در رابطه با استرالیا که الان میخوان مدال های نایب قهرمانی رو بگیرن که معمولا هم هیچ بهشون نمیچسبه اون تیمی که تیم دوم میشه این تیم حالا مسئله سن رو شما فرمودین خصوصیات کاملا مشخص بود که خصوصیات بازی تیم های انگلیسی اسکاتلند و ایرلندی رو دارن خیلی کم حوصله هستن خیلی علاقه دارن هرچه زودتر به محوطه جریمه حریف برسن در مقابل تیم ژاپن بود خیلی با حوصله بازی میکرد راجع به این نسل هم من فکر میکنم که یه بازیکنی مثل کیهیل فرزن هنوز میتونه چند سالی برای تیم ملی استرالیا بازی کنه ولی لوکاس نیل و هری کیول من فکر کنم به زودی فکر خداحافظی باشن از این تیم چون سن خیلی دیگه بالا رفته آقای پیروانی راجع به استرالیا اگر که بخوایم بازی جام ملت‌ها رو لحاظ کنیم من فکر می‌کنم که میانگین سنی بالایی ندارن ولی با توجه به اینکه مقدمات جام جهانی رو در پیش دارن باید یک شرایطی رو فراهم کنیم که بتونن بازیکن‌های جدید باشن که به هر حال اکثر تیم‌ها شروع کردن من فکر می‌کنم که بعد از این بازی‌ها هری کیول لوکاس نیل و شواتسه بازیکنانی باشن که به هر حال جای خودشون بازیکن جوان بودن هرچند که اینا موندنشون به خاطر محبوبیت زیادی که در بین هواداران تیم‌های استرالیایی دارن به خاطر این موندن ولی اینا باید یه شرطی فراهم کنن که در سال آینده در مقدماتی جام جهانی شرکت میکنن و در سه سال آینده این با این شرط سنی نمیتونن در مسابقات حاضر باشن شواتسه من زک امشب رکورددار بازی ملی کشور شد چندمی شد 88 انجام داد رکورددار شد چند سال 38 سال 38 سال فکر کنم دیگه خداحافظی کنه فکر کنم آره کفاف نمیده برای جام جهانی بعدم من فکر میکنم اون دروازه‌بانای بعدیشون یه مقدار تجربه کمی دارن چون همیشه شوارزر در اون دروازه‌شون بوده و یه مقدار فاصله افتاده با بقیه دروازه‌بان حالا کالاچو داشتن کالاچ هم خیلی سن بالایی داره یه مدت در میلان بود و به هر حال فکر میکنم از این حیث هم در اون دروازه یه مقدار فاصله وجود داره بین دروازه‌بان اولشون و دروازه‌بان بعدیشون که الان تو این مسابقه چند تا بازیکن جوان آورده بودن تو این پست بله مراسم اهدای جوایز تیم دوم یا نایب قهرمان رو دیدید تیم استرالیا به هر حال به عنوان دومین حضورش نباید خیلی هم